سلام، زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. درس 25 از سطح گرامری B1 با هم موضوع کاملا جدید داریم به نام تمپورال نبنزیتسه، که در این ویدیو ما 4 حرف ربط با هم یاد میگیریم یا روی کار میکنیم، که اولی هست B4، دومی هست نختیم، و همچنین ما داریم 2 حرف ربط دیگه به نام وارند اون سایت و دست سایتیم، که قبل از اینکه کتاب اکتیو گرامر با هم کار کنیم ما میریم ریشیابی میکنیم به زبان فارسی و بعد برمیگردیم که این بخش با هم از روی کتاب اکتیو گرامر با هم کار میکنیم. خب کنیوکسیونین یا حروف ربط، خب این 4 کلمه از جمله حروف ربطه که 2 جمله با هم ربط میده. خب ببینی، اولی هست B4، به معنای فارسی از اون میشه قبل از این که. خب خود B4 ببینیم که ویژگی هایی داره که با مثال اینها انشالله که تجزیه و تحلیل میکنین تا بفهمین که چی استفاده B4 در جمله چیه. خب B4 ایش می دیم باکن انفنگه شاو ایش میه دست سید. خب گفته قبل از این که من همو کیک پختن یا پختن انفنگ شروع کنم، شاو ایش میگه میبینم ایش میاد دست سپت، همو دستور عمل میبینم. پس ببینیم که ما وقتی که بیفور استفاده میکنیم فعل آخر جمله میره، یعنی فعل به شکل صرف شده آخر جمله میره. پس وقتی که ما بیفور وارند اون نختیم و همچنین هر کدام حروف ربط که استفاده میکنیم، جمله ما نبینزد سه. پس وقتی که ما خود حرف ربط به اول میاریم، باید حرف اولی بزرگ بنویسیم، فعلا به شکل صرف شده آخر جمله میره. خب جمله دومی ما با جمله هابزد یا جمله اصلی مانه، اما جمله دوم با فعل شروع میشه، یعنی فعل جمله دومی به اول میاریم، جای فعل و فایل عوض میکنیم و بعد ادامه جمله. خب پس ببینید که باز فعل به با اول جمله آمده، بعد فایل و ادامه جمله. خب مثال دیگه داریم ما، ایش موس هرس داغ بر نختن کن بی فور ایش این انشایتون تقیفه، میگه من بایستی در موردش اول فکر کنم بی فور، قبل از این که ایش این انشایتون تقیفه، قبل از این که تصمیمی بگیرم. انشایتون تقیفه به معنای تصمیم گرفتنه با هم میایه. خب ببینیم بازم به اینجی به وسط آمد، اول جمله هابزد یا جمله اصلی مانه، باز وقتی که ما با فرق نمیکنه به وسط جمله که بیایه حرف ربط B4، بازم فعل به شکل صرف شده آخر جمله میره و B4 ایش عین انشایتون تقیفه. ای بود از اولین حرف ربط که به معنای B4 قبل از این که معنا میداد، که گفتیم فعل آخر جمله میره به شکل صرف شده، جمله دوم که شروع میشه همراه فعل شروع میشه. و همچنین ما داریم حرف ربط وارن در حالی که. وارن در حالی که سه نکته مهم داره. نکته اول، وقتی که دو کار به صورت همزمان انجام می شود، از این کلمه به عنوان ارتباط دهنده دو جمله استفاده می شود. پس دو کلمه ببینیم که روی مثال چی قسم گفته. خب وارن ماریا تلفونیرد شتیلت زی هر کیند، میگه در حالی که ماریا تلفن صحبت میکنه شتیلت زی هر کیند، میگه همو طفل خور آرام میکنه، یا فعل شتیلن فعل اشتلن به معنای شیر دادن، آرام کردن، ساکت کردن. میگه شیر میده چی؟ بچه خوده یا طفل خوده. پس ببینی هم داره تلفن صحبت میکنه، هم داره همو کودک یا بچه خور شیر میده. پس وقتی که ما جمله داشته باشیم که خواسته باشیم ما دو کاره به صورت همزمان صورت میگیره، دو جمله با هم ربط بدیم، از حرف ربط ورن استفاده میکنیم که به معنای در حالی که است. خب اما ما داریم نکته دومی که باز فعل امو حرف ربط وارن در حالی که معنا میده، اما استفاده باز فرق میکنه. خب وقتی که ما از وارن در حالی که استفاده میکنیم، وقتی که در دو جمله ما تضاد خاصی وجود دارد، یعنی چی؟ یعنی که در دو جمله یک تضادی وجود داره، میخواییم که این دو جمله با هم ربط بدیم، از حرف ربط وارن استفاده میکنیم. خب به طور مثال پیتر ایس این تو تالر پسیمیست وارند زین بغو در حالس اپتیمیستیش زید، میگه پیتر
یک منفی، منفی باف یا من کسی که به شکل منفی همه چیز فکر میکنه. وارن در حالی که، وارن در حالی که زین بگو در حالیس اپتیمیستیش زید، در حالی که برادر زو همه چیز به صورت مثبت یا خوب میبینه. پس ببینیم که تضاد دو جمله، دو جمله که در حال تضاد همی دو جمله با هم ربط داده. پس یکی از استفاده وارن اینه که در حالی که معنا میده معنای یکی، اما استفاده رو میبینیم که کاملا فرق کرد. و همچنین ما داریم حرف اضافه، حرف اضافه به نام وارن، که یعنی که هم وارن میتونه حرف ربط باشه هم حرف اضافه. اما وقتی که حرف اضافه میشه ببینیم که باز معنای رو فرق میکنه، در خلال، در طول، در بین معنا میده. خب نکته سوم ما همینه که این وقتی که حرف به عنوان حرف اضافه استفاده میشه وارن، اگر مطلب ما نوشتاری است، یعنی رسمیه، به صورت نوشتاری باشه، بایستی به صورت گنیتیف استفاده بشه. چی استفاده بشه؟ وقتی که ما وارن استفاده میکنیم بعد از او هم مفعول یا اسمی که استفاده میشه آرتیکل از او باید به صورت گنیتیف باشه اگر نوشتاری باشه. اگر مطلب ما گفتاری باشه و محاوره‌ای است، یعنی که به صورت گفتگوی با کلمات محاوره‌ای باشه، بایستی جمله به صورت داتیوی استفاده بشه، یعنی که به صورت داتیوی استفاده میکنیم امو مفعول یا اسمی که بعد از وارن استفاده شده حرف اضافه وارن، که باز ببینیم که حال با مثال میشه درست فهمید. خب وارن دس شتورمز فیلن فیل باوم ام. خب اینجی گفتیم گنیتیو شده. چرا گنیتیو شده؟ به خاطر که ما پیش خود فرض میکنیم اینجی به صورت نوشتاری. اگر به صورت نوشتاری باشه خب میفهمیم که در حالت گنیتیو در و دست به دست تبدیل میشه در حالت گنیتیو آرتیکل ها به صورت معین اگر باشه، و آخر فهم اس یا ای اس میگیره. میگه در بین یا در خلال یا در مو طول طوفان افتادن خیلی از درخت ها. پس اینجی در حالت گنیتیو به خاطر که به صورت نوشتاری استفاده شد. همین اگر ما به صورت گفتاری یا محاوره استفاده کنیم وارن دم شتورم فیلن فیل باوم ام، در حالت داتیو گفته میشه. چرا اینجی در حالت داتیو میشه؟ معنا همونه، در خلال، در مدت، در طول یا در امو بین معنا میده. میگه در بین طوفان یا در طول طوفان افتادن فیل با معنا همو شد. اما اینجی باز ببینیم که گفتیم در حالت داتیو دیر و دست به دم تبدیل میشه، چون گفتیم ما اینجی میخواییم که در حالت گفتاری ایر استفاده کنیم. پس باید بعد از او در حالت داتیو استفاده شه آرتیکلی که همو اسم یا مفعولی که استفاده شده تبدیل شه. و هم ببینیم اینجی که حداقل کمی تغییراتی رو فهمیده میشه. اما در حالت داتیو و گنیتیو دی به در تبدیل میشه. پس اینجی هر دو مشابه میشه، اما باید شما قاعده بفهمین که از چی قراره. وارن در واقع هاب ایش کاین سایت در حالت گنیتیو شده، به خاطر گفته در بین یا در خلال یا در مو طول هفته ما کدام وقتی ندارم. پس در حالت گنیتیو هم دی به در تبدیل میشه، در حالت داتیو هم وارن در واقع هاب ایش کاین سایت. اینجا میبینیم حالت داتیو شده، گفته در جریان یا در طول یا در بین هفته کدام وقتی ندارم. پس اینجا هر دو مشابه شده، چون آرتیکل واقع دیه، دی هم به در تبدیل میشه در حالت گنیتیو و داتیو. و حالا داریم ما حرف ربط به نام نخدم، که حرف ربط بعد از معنا میده. خب ببینیم به طور مثال به فارسی ما مثال های از این حرف رب داریم. بعد از اینکه ما شام خوردیم می رویم سینما. پس ببینیم بعد از اینکه از نختیم استفاده میشه. و همچنین می تونیم ما به وسط جمله استفاده کنیم، همی نختیم یا بعد از. من به سمت محل کارم می رویم بعد از اینکه صبحانه خوردم. خب حالی به مثال خود زبان آلمانی موضوع کار میکنیم. نخ دم وی سو هابن گگسن هابن، میگه بعد از اینکه من صبحانه خوردم، بعد از اینکه ما صبحانه، بعد از اینکه ما همون غذای شام خوردیم، گهن وی اینز کینو، میگه ما میریم به سینما. خب اینجا ببینید نکته اول دو جمله رو با هم ربط میده. خب جمله ربط داد، غذا مو شام خوردنه، گفته بعد از شام میریم ما به سینما، رفت به سینما رفتنه، این دو جمله رو با هم ربط داد. خب نختیم استفاده شد، فعل به شکل صرف شده آخر جمله آمد، و جمله دوم که جمله اصلی آبسست مونه فعل
اول آمد و جاخو با فایل جمله عوض کرده. نکته دوم، بعد از آن یک جمله میاد. یعنی چی؟ یعنی که ما یک داریم نخ، یک داریم که و یک داریم که نختیم. پس وقتی که ما نختیم استفاده میکنیم به صورت جمله میاد. پس ببینیم جمله کوتانیه، جمله همه چیز خود داره، فاعل، فعل، قید زمان، همه چیز خود. پس بعد از نختیم جمله یک جمله کامل میاد. یعنی چی؟ خب ما اگر حرف اضافه نخ شد همشان بفهمیم و داتیف ساز استفاده کنیم، دیگه لازم نیه جمله کاملی داشته باشیم. نختیم ترنینگ، بعد از تمرین میبینیم که بعد از خود داتیف کرده و دیگه لازم نیه که ادامه بدیم یا شبیه از اینها اگر ما نخ استفاده کنیم. اما نختیم کسته باز حرف ربطه، جمله کامل یا جمله بعد از او قرار میگیره. اشفاق سر هر باید میگه من میروم به سوی کار، سمت کار، نختم اشکی فقشتوب هبه، میگه بعد از این که چی؟ امو صبحانه خور خوردم. پس وقتی که میبینیم باز نختم استفاده کردیم، جمله آمده بعد از او و همچنین فعل به شکل صرف شده آخر جمله رفته. خب پس آره فرق نخ و نختم را فهمیدیم. خب حال ما ببینیم این قسم، ما جمله اول ما هست زمان حال، اما بعد وقتی که ما نختیم استفاده کردیم باز گذشته شد. دلیلی چیه؟ خب دلیل اینه که وقتی که ما نختیم استفاده میکنیم، اگر جمله اول ما که داخل از اون نختیم نیه، ببینید جمله اول جمله هابزت یا جمله اصلی ما و نختیم جمله فرهی یا جمله نبینزت زمانه. خب وقتی که ما جمله اصلی خور به زمان حال شروع کردیم، یعنی به پرزنس حال ساده، جمله دومی که استفاده میکنیم با نختیم که استفاده میکنیم باید یک زمان عقبتر بره. خب ببینید زمان ها اینجا داده شده پرزنس حال ساده و بعد پارتیسیپ سوای میای یا پرفکت یا ماضی نقلی و بعد پریتریتوم میای یا گذشته ساده یا ماضی ساده و بعد از این باز هتن پلیس پارتیسیپ سوای میای یعنی ماضی بی. خب میبینیم که گفتیم که وقتی که ما جمله اول اگر مثلا مثال پرزنت استفاده کنیم، جمله دوم باید به پارتیسیپ سوای استفاده کنیم. اگر به پریتریتوم جمله اول خود شروع میکنیم بعد از نختیم باید حتم پلیس پارتیسیپ سوای بیه که ماضی بعید میشه. به خاطر میبینیم که چون به پرزنت اومده جمله دوم ما باید پارتیسیپ سوای اومده. به طور مثال ایش فورسور هر باید میگه من به سمت کار خرفتم نخ دم اشکی فقشتوک هبه، بعد از این که میگه من صبحانه خوردم. پس ببینیم باز جمله دومی ما با پریتریتوم یا ماضی ساده یا گذشته ساده شروع شده، جمله اصلی ما هابزت ما بعد از نختیم دیگه باید که گفتیم یک زمان عقب بریم. پس ببینیم باز هتن پلوس پارتیسیپ سوای میشه یا ماضی بید. پس اینجی داریم ما هتن پلوس پارتیسیپ سوای که همون فقشتوک که صبحانه خوردن گی فقشتوک میشه. یا و همچنین ما ببینیم این قسم جمله، خب حال باز یک استثنایی داریم. این که فهمیدیم اگر بهش به پرزنس شروع کنیم یکی میریم عقب بعد از نختیم یا پریتریتوم باز عقب. اما یک استثنایی وجود داره، اگر ما جمله که جمله اصلی یا هابزت خو که داخل نختیم نباشه همراه پارتیسیپ سوای یا پرفکت یا ماضی نقلی شروع کنیم، جمله دومی که نختیم باشه هم میتونه پریتریتوم باشه، ماضی ساده باشه، هم میتونه هتن پلیس پارتیسیپ سوای باشه. خب گفتیم ما یکی میتونیم عقب بریم، اما باز وقتی که ما از پارتیسیپ سوای در جمله اول ما باشه، جمله اصلی ما باشه، جمله فرهی که نختیم باشه، میتونیم هم از پریتریتوم هم از هتن پلیس پارتیسیپ سوای استفاده کنیم. به طور مثال ببینین گفته ایش بین سور هر باید که فرقین، میگم سمت کار خورفتم، میبینیم که فعل فاقین پارتیسیپ پرفکت از او گیفاقین میشه و همراه فعل زاین فعل کومیکی زاین استفاده شده. جمله اول ما همراه پارتیسیپ سوایه، پس گفتیم میتونی هم به پریتریتوم هم از هتین پلیس پارتیسیپ سوای ماضی بید استفاده کنیم بعد از نختیم. نختیم ایشکی فقشتو حته، میگه بعد از اینکه من صبحانه خوردم. پس اینجی از میبینیم از پارتیسیپ سوای به هتین پلیس پارتیسیپ سوای ماضی بید آمد. فرقی نمیکنه اگر شما نختیم برم اول بیاریم همون شکل به کدام زمانهای که تغییری نمیکنه. نختیم ایشکی فقشتوک حته
میبینیم که به جمله که ما نوین زد سمانه همو ماضی بیده به جمله هاب زد سما گفتیم وقتی که نختم یا هر حرف ربط به اول بیایه فعل آخر میره و همچنین جمله دوم با فعل شروع میشه. بین این سور هر باید که فرقیم سمت کار رفتم پس جمله همو دوم که جمله هاب زد سما هسته همراه همون پارتیسیپ سوای شروع شد. پس این جمله فقط یک کمی برعکس کردیم کدام تغییر روی از این قسمت ها نماند. و همچنین ما داریم حرف ربط که آخرین موضوع ما هست زاید و دا زایدیم. حرف ربط به معنای از معنا میده. و طور مثال هر وند دا او زندگی میکنه آنجا. زاید و دا زاید دیم هر این دوچلند ایست. خب از وقتی که یا از وقتی که هر او این دوچلند ایست که در کشور آلمان است. یعنی چی؟ به طور مثال در یک آپارتمان در یک خانه هر جا که هست او همونجا زندگی میکنه از وقتی که در کشور آلمان است. پس اینجی فرق نمیگه چی زاید بگیم چی زاید دیم بگیم به معنای از معنا میده و یه حرف ربط. خب میبینی فعل به آخر جمله رفته و اما خود زاید که هسته حرف اضافه هم هسته بازم به معنای از و حرف اضافه داتیویه. به طور مثال اگر به حیث حرف اضافه بیای زاید اینه میاق ون ایش این دویچلند میگه از یک سال میشه که من زندگی میکنم در کشور آلمان. پس ببینیم اینجی باز به حیث حرف اضافه آمده و بعد از خود داتیف کرده دست یاق بیده آرتیکل یاق یا سال دسته این به این نیم تبدیل شده چون گفتیم زاید داتیف سازه. اینجی پس ببینین جمله با هم ربط نداده حرف اضافی اما اینجی به حیث حرف ربط استفاده شده بود. حالا برمیگردیم به خود کتاب ببینین گفته before که به معنای قبل از این که بوده before plus activity so I hope that plus activity eins. یعنی چی؟ وقتی که ما before استفاده میکنیم باید که همون فعالیت دوم در همون جمله نبینزت خود استفاده کنه. در هابتت ما جمع اکتیویتیت همون فعالیت اول مانه. یعنی چی؟ ببینیم ساعت 8 اینجا استفاده شده صبحانه میخوره و ساعت 7:30 رو دندانا خود مسواک زده. پس میگیم before ایش فروشتوگه میگه قبل از این که من صبحانه بخورم میخواد که همو فعالیت دوم خور در جمله بگه پوتس ایش ماینه سینه میگه همو مسواک زدم چی؟ ایش ماینه سینه دندانهای خوده. پس در جمله هابزست یا جمله اصلی ما همو فعالیت اول بیان کرده و همچنین داریم ما نختیم گفتیم بعد از این که معنا میده. ببینیم در ساعت 7:30 صبحانه خورده در ساعت 8 باز ای دندانای خوده مسواک زده. پس ای اول صبحانه خورده بعد مسواک زده ای که بود اول مسواک زده بعد صبحانه خورده بود. نختیم پلوس اکتیویتیت اینس میگه بعد از نختیم که از همون فعالیت اول خور میگیم و آبزد پلوس اکتیویتیت سوای میگه در جمله اصلی شما فعالیت دوم استفاده میشه. نختیم ایش فروشتوکت میگه بعد از این که من صبحانه خوردم فروشتوکت هبه صبحانه خوردم پوست ایش ماینه سینه میگه دندانای خود مسواک زدم. خب و داریم ما همچنین وارند گفته سوای پارالل اکتیویتیت میگه دو فعالیتی که به صورت موازی یا همزمان باشه. یعنی چی؟ وارن ایش فروشتوک میگه امو در حالی که من صبحانه میخوردم او ایش رادیو میگه رادیو گوش میکشیدم. اما استفاده بیشتر از زیر ما در قبلا کار کردیم در اوایل ویدیو و همچنین داریم ما زاید یا زایدیم که ببینیم اینجا چیه. کاری هست که در گذشته شروع شده و در این حال هم جریان داره یا هنوز هم جریان داره. یعنی گفته بیگین این در فرگنگین هایت شروع شده در گذشته داورت هایت نوخ اند میگه هنوز هم جریان داره. خب زایدیم ایش ایما ماینسین پوتزه میگه از وقتی که من همیشه همون دندان های خود مسواک میزنم موس ایش نیشت میاد سوم سان هارس میگه من دیگه مجبور نیوم که بیشتر یعنی لازم نیه یا مجبور نیوم که دیگه بروم به کجا پیش دکتر دندان یا دکتر دندان. پس ببینیم که کاری بوده
که شروع شده در گذشته و هنوزم جریان داره. خب حال این قسمت ها که برای شما می گفتم جمله هابزست یعنی جمله اصلی چیان اینه اش خوشتو که جمله نبینزست یا کنیکسیون یا همون جمله رب چیه وقتی که ما بیفور نختیم وارند اون زایدیم استفاده میکنیم. خب قبل از اینا کامه میگیره و بعد از این هم فعل آخر جمله میره و جاکو با فیل و فایل عوض میکنه که بعد از اینا میبینیم فایل یا زوبیکت قرار گرفته و بین از اینا میتونه هر چیزی باشه. خب ورب فعلا میبینیم آخر جمله به شکل صفر شده میره بعد جمله که اینها قرار داره. خب این دن تمپورال نبین زدسن میت بی فور نختم وارن اون زایتم اشته دست ورب ام اینده میگه به وقتی که اینها در نبین زدس در جمله نبین زدس استفاده میکنیم فعل آخر جمله میره. خب این هم که میبینیم که همه به شکل صفر شده آخر جمله رفتن. این هم بود امین موضوع که چهار حرف ربط با هم کار کردیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو ما لایک کنیم و همچنین سوال پیشنهادشتین کامنت بدیم. آلمانی صفر تا سه سابسکرایب کنیم و عضو کانال یوتیوب ما باشیم و همچنین تلگرام فیسبوک هم داده شده آموزش زبان آلمانی صفر تا سه. ایمیل هم هست. سوال پیشنهادشتین میتونید از این طریق هم با ما ارتباط بگیرید. تا درس